آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در یک برآوردی به این جنبندی رسیدن که اگر در طی 3 دهه گذشته سیاست‌هاشون در منطقه با شکست قطعی مواجه شده، عامل اصلی شکست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. به خاطر همین اینها همه دست به دست هم میدن، جمع میشن یکجا، هدف گذاری خودشون رو تخریب و تخطئه سپاه پاسداران میدونن. سپاه پاسداران روی خط برد قراردادهای کلان، نهادی که در 3 دهه گذشته تأثیر مهمی به سرنوشت ایران و ایرانیان داشته است. معادل حدود نیمی از اقتصاد ایران رو درش حضور داره سپاه. راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سایت‌های خبری نیازمند بودجه‌های بسیار بالاست که تمامی آنها با تصویب دولت‌ها ممکن است، حتی در اوج بحران اقتصادی. در چنین شرایطی که بی بی سی جهانی سرویس زبانهای مختلفی را تعطیل می کند، بی بی سی فارسی متمم بودجه دریافت کرده و صدای امریکا با تزریق بودجه احیا می شود. چرا غرب با سختگیری به مردم خود سعی در ایجاد رسانه و رساندن صدایی دگرگونه به مردم ایران دارد؟ هدف گذاری رسانه‌ای علیه سپاه بر انحراف افکار از فساد واقعی و محدود ساختن بازوان و مغزهای مستقل از غرب در سازندگی کشور است. و جالب اینجاست که در شرایطی سپاه را تهدید اقتصادی می دانند که سخنگوی دولت نظری دیگر را رسماً و علناً اعلام می کند. کسانی که ندانند یا مغرض باشند و تصورشون این باشه این پتانسیل بزرگی که تحت عنوان قرارگاه سازندگی بعد از دفاع مقدس، بعد از دوران نظامیگری آزاد شد و در خدمت توسعه کشور قرار گرفت، این رقیب بخش خصوصی، دو تا ویژه براش میشه گفت: یا ناآگاست یا مغرضه، میخواد تحریک بکنه. اگر یک کاری رو بخش خصوصی میتونه بکنه، قرارگاه نمیکنه، یعنی وارد اون کار نمیشه، یعنی اصلا چیز خودش میدونه، چی میگم، کسر شأن و منزلت خودش میدونه، این کار دارم میکنه، من برم وارد کار دیگه بشه. پس مرتب قرارگاه باید چیکار کنه؟ قرارگاه باید بیاد وارد سطحی از کارها بشه که کیفیت بالاتری رو میطلبه. این که به یک نوعی تلاش میشه که سپاه رو یک مجموعه معرفی بکنه که مثلا در مقابل دولت، دولتی که با ملت منتخب ملت، فلزا سپاه یک طرف، ملت یک طرف، اساسا یک شیطنته. چرا؟ چون سپاه پاسداران اگر امروز همه اعتراف میکنن که یک نهاد موفقی بوده در حوزه‌های مختلف، دلیلش یک چیز بیشتر نیست و اون هم مردمی بودنشه. کشور شما ایران قدرت اول موشکی منطقه است. امروز ایران امن‌ترین کشور منطقه است. امروز ایران اولین و بزرگترین صد در مقابل تروریسم و ژنرال‌های ایرانی در دنیا محبوب‌ترین نظامی‌هایند. امروز در صنعت دفاعی ایران نشانی از چکمه مستکبران نیست و امروز در عرصه عمران کارهای بزرگ را با چشم حسرت از دست شرکت‌های چند ملیتی التماس نمی‌کنیم. و امروز شبکه‌ها و رسانه‌های وابسته به دنیای غرب هر روز فقط یک خواست از ملت ایران دارند: لطفاً دیگر سپاه نباشد. قضاوت با شماست.